حکایت مؤذن بدصدا. مردی بدصدا بود که گمان می کرد اذان گفتنش زیباست و می خواست از طریق اذان‌گویی کاری کند تا مسیحیان شهر مسلمان شوند. عده‌ای به او گفتند تو با این صدای گوش خراشت به جای آن که کسی را مسلمان کنی همه را اسلام ستیز کرده ای. اما او تصور می کرد که صدایش برای مردم لذت بخش است و خدا نیز از او راضی است. چنان اعتمادی به کارش داشت که نصیحت‌های دیگران در گوشش فرو نمی‌رفت. تا اینکه روزی مردی مسیحی که هدایای فراوانی در دست داشت با روی خندان آمد و گفت آن مؤذنی که صدای معجزه آسایش باعث آرامش زندگی من شده و مرا از پریشانی نجات داده کجاست؟ مردم گفتند آن مؤذن را چه کار داری؟ مرد مسیحی گفت دختری دارم که قصد داشت از دین مسیحیت خارج گردد و مسلمان شود. هرچه او را پند می دادم تا از این اندیشه بازگردد نه تنها منصرف نمی شد بلکه حریص‌تر نیز می گشت تا مسیحیت را کنار گذاشته و اسلام بیاورد. من به کلی درمانده شده بودم که چه کنم تا دخترم از این تصمیم روی گرداند. روزی در خانه نشسته بودیم که صدای بانگ آن مؤذن بلند شد. دخترم صدا را شنید و گفت این دیگر چه صدای ناهنجاری است. تا کنون چنین صدای زشتی در هیچ کلیسایی نشنیدم. خواهرش به او گفت این بانگ اذان مسلمانان است. دخترم باور نکرد. رفت از دیگری پرسید و باز همین را شنید. چون دخترم یقین پیدا کرد رخ او زرد شد و از مسلمانی دل او سرد شد. دخترم به خاطر صدای ناهنجار آن مؤذن از مسلمانی دست کشید و مرا آسود خاطر نمود. من سپاسگزار و ممنون آن مؤذن هستم که مرا از تشویش و اضطراب دائم نجات داد. اکنون بگویید کجاست آن مؤذن همایون و مبارک؟ آنچه شنیدید بخشی از مثنوی معنوی مولاناست که در دفتر پنجم آورده شده. در این بخش مولانا حکایت افرادی را نقل می کند که با اعمال نادرست در دفاع از دین یا عقیده‌ای باعث بدنامی و بی‌اعتباری آن باور یا دین می شوند. به عقیده مولانا زیان این اشخاص بدین بیش از زیان دشمنان آن دین است. از نظر مولانا افراد نادان و کوته فکر در هر کجا که قرار بگیرند حتی اگر در سنگر هواداران باشند جز ضرر و زیان حاصلی برای همکیشانشان به بار نخواهند آورد.